خیلی ممنون. خیلی خیلی ممنون. خیلی ممنونم. بفرمایید. خیلی ممنون. من قراره در حدود 20 دقیقه برای شما صحبت کنم. امیدوارم بیشتر نگم و بیشتر صدا میاد؟ نه. نه؟ الان میاد. امیدوارم بیشتر از 20 دقیقه حرف نزنم و حوصله شما رو سر نبرم. قبل از هر چیز راجع به این کاری که میخواد اجرا بشه باید بگم که این نمایشنامه خانی و نسبتاً شاید یک اجرا از پرده اول یک نمایشنامه است به اسم شب 1001. من میخوام راجع به این موضوع یکمی صحبت کنم برای اینکه اصلا صحبت راجع به درک چیزی است در این که از قدیم با من مسئله بوده برام. بنابراین قبلش راجع به کتاب صحبت میکنم، کتاب گمشده ای به اسم هزار افسان. هزار افسان یک کتاب داستان ایرانیه که به نوشته ابن ندیم وراق بغدادی در زمان یا همزمان با هخامنشیان توی ایران تألیف شده. در قرن یکم یا دوم هجری به عربی ترجمه شده به نام الف لیلتون و لیله، هزار شب. بعدن شده الف لیلتون و لیله یعنی هزار و یک شب. اصل پهلویش ناپدید شده، نام مترجم رو نمیدونیم. تا قرن هفتم هجری نسخه فارسی این کتاب هزار افسان به فارسی در ایران موجود بوده و قصه گویی میشده. چندین شاعر در چهرهشون ازش یاد کردن. ما هم اینا رو جمع کردم در یک کتابی هست. در قرن هفتم با بالا گرفتن تعصب‌های دینی هزار افسان مثل هر کتاب دیگری که اسمن غیر اخلاقی ناپدید میشه. اما ترجمه عربیش در مصر و سوریه و این طرفا بوده. در قرن 17 به فرانسوی ترجمه میشه. تا اینجاش هم هنوز مشکلی نیست. در قرن 18 سر ریچارد برتون در ترجمه انگلیسی خودش نام کتاب رو سر خود میکنه شبهای عربی. و از اون بعد خیلی ها به این میگن شبهای عربی. داستان ها و رمان ها و چیزهایی به اسم شبهای عربی و فیلم های عربیان نایتس ساخته شده. من اولین بار در پرده یکمی که الان اجرا میشه این نظریه رو شروع کردم به گفتن در ریشه یابی در واقع هزار افسان که این همان شاهنامه است. شب 1001 من در سال 1381 نوشتم. سه پرده بود که به هم هیچ ربطی ظاهرا نداشت. بخش اولش، پرده اول که شما الان میبینید، داستان ضحاک با شهرناز و ارنواز دختران جم، داستانی که در شاهنامه آمده. داستان دوم که قرن یکم هجری، تاریخش بنابراین دیگه زمان باستان نیست، هزار افسان توش ترجمه میشه به عربی و متن پهلویش ناپدید میشه. داستان سوم آغاز مشروطه است که میدونیم که در اون زمان کم و بیش دو مرتبه الف لیلتون و لیله به فارسی برگشته بود به ترجمه تسوجی و این شایعه بود و هنوز هم گفته میشه که زنی که هزار یک شب تا آخر بخونه میمیره، قبل از اینکه پایان برسونه میمیره. سومی داستان زنی است که هزار و یک شب رو تمام خوانده و نمرده. پس ببینید سه موضوع جداست، سه زمان جدا، سه شخصیت جدا، ولی همه درباره یک کتاب هزار افسان. نظریه این بود چهار شخصیت اصلی هزار افسان همان چهار شخصیت اصلی داستان ضحاک شاهنامه هستند. میدونید که توی داستان شاهنامه ضحاک شهرناز و ارنوازن و بعدن فریدون پهلوان شاه نیک که میاد و ضحاک یا ماردوش رو میاندازه. ماردوش یک شاه بیگانه است که نشسته، فریدون یک پهلوان که پدرش رو قبلا این ماردوش کشته. شهرناز و ارنواز گفته میشه که دختران جمن. همه اینا مهمه. توی هزار افسان، داستان اصلی هزار افسان،
یک شهرتازه که و دو تا زن شهرزاد و دینازاد، ولی کسی نمیاد، خود اوست که متحول میشه از شاه بد به شاه نیک. میبینی که این چهار شخصیت همون چهار شخصیت هست، منطقه به جایی که فریدون بیاد و اونو بندازه، در این یک تحول اتفاق میفته. شاه بد تبدیل میشه به شاه خوب. چجوری این تحول اتفاق میفته؟ توسط زنها. زنها قصه میگن و در طول هزار شب میتونن ذهن اونو عوض کنن. هزار افسان یک کتاب کوچه بازاری بود، شاهنامه یک کتاب حماسی و چپ تاریخیه. عملا در هزار افسان، در شاهنامه که کتاب حماسیه، نقش زنا حذف شده، نه توسط فردوسی، توسط منابع فردوسی یعنی خدای نامه ها حذف شده. یا اینکه باید بگیم اینا دو تعبیر از یک افسانه کهن‌تره. واقعیت اینه، اینا دو تعبیر از یک افسانه کهن‌تره. این افسانه کهن‌تر توی اوستا تیکه پاره هاش هست و توی یک کتاب خیلی مهم هندی ریگودا که به سانسکریت ریگودا، که در واقع توش منبعی برای تشخیص فرهنگ هندو ایرانی باستان. میدونید که ما و هندیا یک زمان یکی بودیم، در یک جایی ما از هم سوا شدیم. ظاهرا اختلافات فکری بود، همه خیلی هاش روشنه چرا. ما میدونیم که در هندیان به خدا میگفتن دعوا، یعنی ما و هندیان هر دو به خدا میگفتیم دعوا. دعوا اون کلمه خیلی مشهوریه که الان هنوز گفته میشه، دیو تو فرانسه، تئو تو لاتین و خیلی کلمات دیگه. وقتی ما از هم سوا شدیم، این کلمه ها همه حالا سر جنگ دارن، این دو دسته با هم تغییر معنا دادن. دعوا توی ایران شد دیو و به آدمای بد گفته شد، به کسان بد گفته شد. هنوز دیو باید راجبش صحبت بشه که من را نمیخوام این صحبت رو کنم. تحول معنی دیو در ایران خودش یک داستان شگفته. توی هند، یعنی تو فرهنگ هندو ایرانی باستان، دو دسته خدا بودن. دعواها خداهای بزرگ بودن، آسوراها به هندی و اهوراها به فارسی، به ایرانی در واقع خدایان کهتر بودن. موقعی که این جدایی اتفاق افتاد، دعواها تبدیل شدن به دیو و اسوراها که خدای کوچک بودن شدن خدای بزرگ. اهورا مزده یعنی خرد پاک یا مقدس. خب من اصلا نمیخوام راجع به این تحولای بین تغییرات بین دوتا چیز صحبت کنم، ولی بعضی جاها لازمه، از جمله در مورد داستان ضحاک. داستان ضحاک در فرهنگ هندو ایرانی باستان تیکه پاره هاش گفتم هست، توی اوستا و توی ریگودا که مهمترین کتاب باستانی هنده. در ریگودا یک خدای بزرگ هست، خدای جنگاور. خدایان بزرگ زیاد هستن، یعنی دعواهای بزرگ. یکی هست اسمش هست ایندرا. ایندرا خدای جنگاوره و شاه خدایانه. اون می جنگه و بزرگترین کارش اینه که می جنگه با یک ماری به اسم وراثرا، و بعد این مار گاهی خونده میشه به اسم اجی. این کلمه اجی اول اژدهاک، یعنی اسم واقعی اژدهاک توی ایران هست و ماره. اژدهاک توی ایران از دوشش دوتا مار در اومده. ببینیم که این پس باقی مونده تو افسانه‌ای که توی شاهنامه هست. وراثرا ماره که گاهی خونده میشه اجی. ایندرا بعدن توی تفاوت فرهنگ، جدا شدن فرهنگ هند و ایران، وراثرا باقی میمونه به صورتی که توی شاهنامه هست، ولی ایندرا از خدایی فرو میفته و دیو میشه توی ایران، ولی لقبش باز به صورت خودش باقی میمونه. لقب ایندرا هست اژدها افکن وراثرغنا. ایندرا
به صورت لقبش تو اینجا باقی میمونه، هم به صورت دیو در بخشی از افسانه ها، هم به صورت لقبش در بعضی از اساطیر. و ورطرقنه که یعنی اژدها افکن تبدیل میشه بهرام در طول زمان. و بهرام میدونیم که اینجا همون نقش داره، ایزد جنگه. خب بنابراین پس ببینید با همه جدایی همه چیز کاملا جدا نشده، تغییر شکل‌هایی داده ولی کاملا جدا نشده. خب ایندرا با عجیمی جنگه، همچنان که توی ایران هم به نظر من همین اتفاق میفته. ایندرا یک دومی داره، یعنی یک انعکاس یا یک تنین داره به اسم تریتا. تریتا واقعا یعنی سه، معنی بیشتری نداره تریتا، ولی قابل تعبیره. میشه به جهان سگانه باستان گفت که زمین، آسمان و میان، چون بسیاری از موجودات افسانه مال میانن، مال این بخش میانین. و میتونه که واقعا کلمه سه باشه که گفته میشه ممکنه به معنی فرزنده. حتی توی چیز گفته میشه ممکنه یک پدر، دو مادر و سه فرزند. و توی همه داستان‌های ایرانی اگر بدونید همیشه فرزند سوم اونه که مورد ستم قرار میگیره ولی در پایان نجات دهنده است. یعنی همین داستان فریدون. فریدون توی شاهنامه سومین پسره و بعد توسط برادراش یک جایی مورد ستم قرار میگیره، پدرش رو ضحاک میکشه، غیره، سرگشته است برای مدت مدیدی تا بالاخره به صورت نجات دهنده در پایان میاد. تریتا در فارسی باستان میشه تریتونه. تریتونه در طول زمان تبدیل میشه فریدون. بنابراین داستان هندو ایرانی باستان توی شاهنامه در نسخه فارسی شده از مسیر اوستایی و نوشته های دینی کهن وجود داره. گفتم که همین چهار شخصیت، یعنی تازنده بیگانه، دو تا خواهر، دو تا زن و نجات دهنده، هم اونجا هستن هم توی شب هزار و یکم. نکته مهم فقط اینه که توی شب هزار و یکم شاه بد به شاه خوب تبدیل میشه. داستان خیلی مهم اینجا موضوع دو تا زنه که به دلایل اینکه اونجا حماسه و تاریخ و جای داستانگویی نیست و داستان هزار شب داستانگویی نیست، طبیعتا اونجا اینا نیستن، ولی هستن. شهرناز و ارنوازن. شهرناز و ارنواز نقش نجات دهنده شون داده شده به دو تا آشپز. و در واقع اگر یادتون باشه داستان شاهنامه، در شاهنامه شبی اینا، این دوتا آشپز میتونن شبی یک قربانی رو نجات بدن. در مقایسه داستان در هزار افسان شبی یک زن نجات پیدا میکنه. زنان نجات دهندن، وسیله نجات دادنشون قصه گوییه. توی شاهنامه شبی یک مرد نجات پیدا میکنه، دو آشپزن که نجات میدن و در آخر نجات دهندگان همین مردان که نجات پیدا کردن. هزار تا یا چقدر از این مردا که نجات پیدا کردن دور فریدون رو میگیرن و با هم میان و نجات میدن سرزمین رو. این همون داستانه یا تعبیر دیگه ای از همون داستانه. موضوع دو خواهر ولی مهمه که چرا تو همه اینا دوتان، چرا یکی نیستن. موضوع از این جهت مهمه، در فرهنگ کهن همچنان که امروز دو تا خواهر نماینده آب و خاکن. یکی از اینا نماینده زمینه و یکی نماینده آبه. نمیخوام برگردم همه این داستانو بگم، ولی ما میدونیم که در کهن توی هرودوت گفته میشه دارگویش وقتی برای مساگتا پیغام میده که یا تسلیم شین یا به ایمان تسلیم یا بجنگین یا به ایمان تسلیم آب و خاک بفرستین. دو تا زن نماینده آب و خاکن و آب و خاک یعنی باروری. هیچ معنای دیگه نداره آب و خاک مگر باروری و کم کم مگر سرزمین. تسلیم آب و خاک یعنی تسلیم سرزمین. برای همینه که در شاهنامه بزرگان
دوتا دختر جمشید رو میگیرن و تحویل ضحاک میدن و اینجوری اون پادشاه میشه. اون احتیاج داره به این دو دختر برای اینکه مشروعیت پیدا کنه پادشاهیش. بعدها حتی فریدون هم تو اوستا درخواست میکنه به خداوند که این دوتا رو بهش بده برای اینکه بتونه پادشاهی بنشینه. پس آب و خاک که دوتا زن نماینده اونن مشروعیت میدن به پادشاهی مردی که یا پهلوان شاهی که خواهد نشست. به همین دلیل که موضوع دو خواهر تو تمام نسخه ها هست. چرا من فکر میکنم که در شاهنامه در نسخه اول خدای نامه ها هم زنا قصه میگفتن، نه فقط در هزار افسان بلکه در اونا هم قصه میگفتن. گذشته از اشاره های خیلی کوچیکی که توی شاهنامه هست و در واقع تعبیر خواب یا یه چیزایی، گذشته از این یه موضوعه. توی اوستا اسم این دوتا زن هست سنگ هوک و اره نوک، یا سنگ هوک و اره نوک. سنگ یعنی سنگین و ارنا یعنی نرم. وک یعنی چی؟ وک یعنی گفتن. وک نام ایزد قدیمی هندو ایرانیه. ایزد بانوی وک کسیه که بهش گفتن نسبت داده شده و حالا راجعش میگم این کلمه باقی مونده نه تنها در هند بلکه در ایران. در ایران کلمه واژه، کلمه واکه، کلمه آواز، کلمه آوا، کلمه آه، کلمه آخ، همه اینا شکل‌های مختلفی تا بریم به بسیاری. یه چیزی نزدیک 750 تاییشو من توی کتاب اسم بردم. وک نام ایزاد بانوی کهن گفتن، اندیشیدن، موسیقی و تفکر. وک ظاهرا حتما در آب زندگی میکنه و در خشکی هر دو. میدونیم که درخت فراورده آب و خاکه و آب یعنی تمدن، یعنی فرهنگ، یعنی روشنایی، یعنی باروری. تمام این داستان داستان عهد کشاورزیه که در واقع مرد ماردوش مهاجم نماینده خشکسالی، تهاجم و ویرانیه و فریدون نماینده باروریه و این دو زن نماینده باروریان. چرا؟ چون او از دوشش دو مار موزی در میاد و قربانی میطلبه، ولی فریدون بچه ایست که دایش گاوه. گاو حیوان سودمنده، مار حیوان موزیه. تمام نشانه ها برمیگرده به یک جنگ کهنی که توی برای تغذیه است توی جهان کشاورزی. جهان کشاورزی مادر همه اساطیر جهان، حتی اساطیر صنعتی امروز. تمام داستان های اساطیر صنعتی امروز همین فرموله که گفتم رو دارن پیروی میکنن. جهان در یک تعادل، یک نیروهای بدی میخوان ویرانش کنن، یک نیروهای خوبی میان که جلوی این ویرانی رو بگیرن. داستان ضحاک و فریدون، هیچ چیزی جز این نیست. البته خب پیچیدگی ها شاید بیشتر و کمتر شده، ولی داستان چارچوب همینه. در تمام این داستان ها، داستان ضحاک، اینو باید چیز کنیم. فریدون در بچگی پدرشو که آبتین اسمش و با آب مربوطه نامش کشتن و گاوهاشو رو بودن. گاو نماینده باروریه. بذاریم بگم که راجع واک باید بیشتر بگم. واک زمنان اسم گاوه. در خیلی از جاها واک یعنی زمنان گاو، از جمله نو واک و غیره و غیره که جاهایی میگن با این مربوطه با کلمه. چرا؟ برای اینکه چند حیوان سودمند نمایندگان مختلفی از واکن. اولیش قورباغه، وک هنوز میگیم وک، و شما میگن وک وک. اولین صدا که شناخته بشر ظاهرا از اونه.
من احتمالا اولین کنسرت جهان، کنسرت بهاره قورباغه هاست، اگر دیده باشین در شمال، و اگر شمالی باقی مونده باشه که شما دیده باشین، و اگر دیده باشین هزاران اینا در یک تجمع موسیقی رو در میارن که شاید بشر موسیقی رو ازش آموخته. یک چیز دیگه هم میگیم بک به سگ، که میگیم بق. سگ نماینده آبادانیه و نماینده باروریه، غیر از این که بعدن بچه نماینده همه چیزهای خوب بود، نماینده نگهبان گلس، باروری و آبادی. بنابراین قورباغه زمنان سو حیاتینه، یعنی هم در آب زندگی میکنه هم در خشکی، چیزی که وک صفتشه. سگ میپاد باروری و تمدن رو. گاو سودمندترین جانور اون دوره است برای تغذیه بشر و غیره، و یکی از اختلافهای هندی ها و ایرانی ها میتونه سر قضیه گاو باشه، قضیه نالیدن گاو به اهورمزدا که این مردم منو چیز کردن مسلم میکنن، و اینکه در هند هنوز گاو پرستش میشه میتونه یکی از دلایل باشه، و همچنین پرستش مار و اینکه بعدن این در فرهنگ ما تبدیل میشه به اینکه هر چیز دو شکل داره، مثلا حتی مار هم، مار سودمند و مار زیانکار، شمشیر هم زیانکاره هم سودمند، همه چیز دو جانب داره. من بیشتر از اینا نمیخوام وارد گفتگو بشم راجع به مبنای اسطوره‌ای، ولی میخواستم بگم که چقدر ریشه هزار افسان توی اساطیر ایرانی و هندو ایرانیه، و اساطیری که مطلقا در سرزمین های عربی به این ترتیب وجود نداره تا بتونه مبنای چنین داستانی شده باشه، و همچنان که هنوز در الفتون لیلا و لیلا داستان چارچوبی همین داستانه، و توش بسیاری از داستانهایی که ایرانیان توش نقش دارن توش تبدیل بدجنس ها شدن. من یه چیز دیگه میخوام بگم راجبه چند تا لغته فقط که شاید کمک کنه یک کمی چیز رو. یک لغت آوری میاد، یه مرتبه آوری. آوری یعنی پیرو، یعنی کسی که باور دارد. وقتی که میگه که مثلا بدا مردا که زنی راست آوری، یعنی بدا مردی که پیرو زنی باشد که دنبال پیروی کند زنی را، همونی که الان به زبان لاتی امروز میگیم که خلاصه زن ذلیله. آره، چند جا توی چیز گفته میشه ای دختر خدا، به شهرناز و ارنواز میگن، به هم یا کسانی بهشون میگن ای دختر خدا. این درسته، برای اینکه اگر اینا دختران جمشیدن، جمشید چندین افسانه هست که بهش مربوطه، یکی افسانه خلقته، و اینکه اولین خلقت بود. بعدن افسانه ها که تصحیح میشن اون تبدیل به شاه و غیره و اینا میشه، ولی مثل همه داستان های ایرانی اون بعدن دچار غرور میشه، و اون وقت یک جمشید بد به وجود میاد که یک داستان دیگری داره. حالا نکته اینه که به عنوان اولین انسان، جمشید بعد از مرگ اولین کسی است که به جهان مردگان میره، و بعدن راهنمای بقیه مردگان به جهان مرگه. بنابراین او خدای جهان مرگ میشه، یه وقتی ایزد جهان آفرینش بود و حالا ایزد جهان مرگ میشه. هنوز توی ژاپن به چیز میگن، به خدای مرگ، به ایزد مرگ میگن یاما. یاما همون کلمه یام است توی سانسکریت و جم توی پارسی. یه چی کلمه دیگه هست میگه مه مغان دستور. دستور یعنی وزیر. مغ که معلومه، میدونیم همه، مه هم که یعنی بزرگ، یعنی بزرگ مغان که وزیری. کلمه خالیگر یعنی آشپز. هیچ کلمه هنوز یه جاهایی میگن اینو، خالیگر، آشپز. وقتی میگن قهرمانی که دایه اش گاوی بود، بدونه که اسمی ببرن از فریدون، عملا داره اسم فریدون برده میشه. من میخوام صحبتم رو کوتاه کنم، فکر میکنم 20 دقیقه اگر نشده باشدم بهتر که زودتر شروع بشه. میخوام یه چیزی بگم، توی خواهش میکنم که
تلفناتون رو حتما خاموش کنید، حتما عکس نگیرید، حتما چیزی که باعث پراکندگی ذهن بازیگر بشه نکنید، برای اینکه به هر حال کار سختی داره اتفاق میفته. یک نفر داره تمام یک نمایشنامه رو اجرا میکنه، عملا 8 شخصیت رو داره به تنهایی بازی میکنه، یعنی شهرناز و ارنواز رو، ضحاک و مهمقان دستور رو و خالیگر رو که بازی میکنه هیچی. بعد داستانی رو که شهرناز و ارنواز تعریف میکنن، یعنی داستان کوپال هند هم تعریف میکنه که توش کوپال هند همسرش و پیرزن پاریاست. قربان شما، خیلی ممنون.